بسم الله الرحمن الرحیم تاکسی ها و مسافرکش ها گاهی حکمت های از زندگی می دانند که زندگی مسافر بی توجه را به قبل و بعد از سوار شدن در آن ماشین تقسیم می کند بعضی هایشان با آیات رزق در قرآن خیلی معنوسند آیه را زندگی می کند. سلام یه میزانسنی و یه رفتاری در گذشته خیلی دورم یعنی در 6 7 8 سالگی و تا همین سالها شاید تا همین 5 6 ماه اخیر پنهان می‌کردم برملاش نمی‌کردم یه چیزی بود که قابل دفاع نبود و فکر نمیکردم که اگه یه جایی مطرحش کنم یکی باش سمپات بشه و بگه که منم هم همچی تجربه داشتم تجربه از این قرار بود که من می‌رفتم تو عروسی وای می‌سادم حالا غریب آشنا و هر و تصورتون از عروسی جنوبم که خب یه تصور کاملیه خیلی ریتم داره نیمبونه داره ضرب و تیمپو داره و همه چی تو حواست و اتفاق غریبه بعد از 20 30 دقیقه شروع می شد در اوجی که همه خیلی سرخوش بودن و هیچ کی رو زمین بند نبود من یه کنجی از حیات یه خونه قدیمی یا یه کوچه یا یه کنج یه هجله وای می سادم و یه غمی مثل سیمان مثل بالشت مثل هر چیزی تو اینجای گلوم تا قفسه های سینما پر میکرد و این هیچ تناسبی با اتفاقی که بیرون داشت میافتاد نداشت چند وقت پیش با یه آدمی حرف زدم و نگاه کرد تو چشام و گفت من عین همین میشدم گفت دروغ گفتم دروغ می دی گفت نه عین همین شدم تازگی ها مثل دیروز پیروز گفتم که می بریم در موردش حرف بزنیم گفت در مورد چی گفتم درباره اهمیت غم حرف بزنیم گفت بریم حرف بزنیم حالا او بره میز نشسته و خیلی خوشحالم و همین اول هم بگم که رفیق خیلی میم و <تصال> همه تعارف همون قبلا کنار گذاشتیم هیدو هدایتی خیلی خوشحالم که اینجا قربونت احسان مرسی دمتون گرم که دعوت کردی و خیلی خوشحالم که اینجام هم خب همین فها... که گفتم از کجاش حرف داشتی آره فهم خواستم بهت بگم هنو عروسی نمیرم یعنی فکر میکنم که اون موقع که خیلی بچه بودم خیلی 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 غم انگیز بود اتفاق برام نمیدونم یک یک کنش خیلی دراماتیک اسم حجم درام او اتفاق قد برام زیاد بود که نمیتونستم تحملش کنم تو عروسیه وقتی او صدای ساز و دست و کلوس به خصوص که صدای بیت میومد یعنی هنوز که هنوز فکر میکنم اون حجم درام از از درک ما خیلی بیشتره یعنی فکر می میکنم که نمیتونم هنوز تحملش کنم و هنوز سالهای سالی که عروسی نرفتم یعنی میتونن خانواده هم بیان شهادت بدن که فکر کنم 10 15 سال که عروسی نمیرم چون موقع فکر میکنم بعدن که بزرگ بشم شاید مثلا یه ذره سنگین رنگین تر بشی دیگه آدم به راحتی ها گریهش نگیره ولی بعد فکر نه انگار که هر چوری بزرگتر میشی گریه داره عمیق تر میشه داره بیشتر میشه به همین خاطر سالها عروسی نمیرم اصلا نیامونه خیلی غمگینن قبول داری فهمی یه،, 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 مثالی خودم دارم راجبش قبلا در مورد کیان کلهور مثال میزدم همیشه میگفتم که کیان کلهور وقتی کمونچه میزنه انگار یه زن کرد وایساده مثلا وسط یه صحنه ای دوای داره تفنگ برنو یک ریز به سینه تو شلیک میکنه ولی الان که دارم بهتر فکرش میکنم میدونم که همون صدای کشیدگی های کمونچه کیان کلهور عمیقا همون حسی تو ما به وجود میاره که صدای دایم مثلا توی شش 7 سالگی برام به وجود می آورده یا تو عروسی به وجود می آورده چه اتفاقی توشه توی او پوستن توی او حالی نوازندن نمیدونم کجای مغز ما قایم شده که هر چند وقت یه بار توی شادیها حتی حتی توی شادی ها سر باز میکنه و های 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 به نظرم <applause> یه غمی داره که باید خیلی پاش بشینی که بهش برسی در لایه اول دوم سوم یه شادی مهرزیه مثل خیلی از ماهی ها که ماهی های ما میگیم مال آدمی که ماهی نخورده تا حالا این باید مایی شیر بخوره قباد بخوره فلان ما که خیلی مایی خوردیم دیگه فنی شدیم دیگه اصلا آرمون میاد شیر قوات بخوره یه مایی میخوریم که مایی سختی هن مایی ولی خوردنشون یه لذت غریبی داره به نظرم غم پشت نیمونه بعد از چند سال شنیدن چیز میشه در تو نشست میکنه و تحلیل و یه چیز برعکسی هم که در ما وجود داره رو یه چیزی در منتا غم یعنی محور مختصات شادی اگه یه سرش نیامونه باشه یه سر دیگه شرو است شرو که میخونن رقیق میشم حالا خوب میشه اصلا میتونم بخندم میتونم عاشق بشم هر کار دیگه از این دست چیزی که بهش نسبت نداره ببین تو تو شروه، یه اتفاقی که میفته سیمو م... یه،, یه... شکلی از مانتران یعنی حقیقتا حالا نخوام خیلی شعاریش کنم خیلی اگزاجرش کنم ساده ترین ممکنش میتونم بگم شروه یه مانترا یه یک موج فرکانسیه که حقیقتا برای همین بر خیلی از ما همیه که آدما دیدیم ما خیلی توجه کردیم ما تو جمعایی که می میخونن یه گروهی هستن همیشه و گوشه نشستن بعد از هر بیتی که میخونن یه هم... یه میده اصلا بهشون میگن کش دقیقا. یا همبه کش من همین همی گروه همه آفرین نگو این برام همیشه اینطوری بود که این صدای این همه ای که آدما بعد از تموم شدن یک بیت شعر یا دو بیتی از شعر میگن این همه انگاری در تایید یک تفکریه در تایید یک لایف استایل در تایید در واقع یک یه... یه, شیوه زندگیه یه نگاهه و همیشه برام همین بوده و این نگاهه نگاه همه نه تنها تو شهره مثلا وقتایی که میبینم مثلا دیم نشسته داره قلیون برازونی میکشه دیم یعنی ننم یعنی مامانو آه دیم همش میگیم دی حالا شما نه به هر <تصفح> کسی که ما... من میفهمم میخوام به هر کسی که متوجه نمیشه آه آه مثلا در قلیون میکشه خب. میگم میکنم من میگم خوش نیسته داره فکر میکنه به یه جایی هم خیرم بعد چند دقیقه میگه هم به همون میگم که ای تو ذهنش الان اعتمالا یه بیت شهروی خونده این همه آخرش داره بلند اجنا میکنه فقط با برای همین ایه به نظرم بیشتر آره قبول دارم که خب. در واقع خیلی قمنگیز نیست قد شهروی حرف که رسید به مادرت یه برنامه دیگه داشتم میخواستم یه دیگه شروع کنم ولی میخوای از همین الان مثلا رگه آدم‌های پیرامون پیرامونید که منتج شد تو موسیقیتی و سرایت کرد و موسیقی در موردشون حرف بزنی مثلا همین دیت هایی اتفاق خیلی بحث گسترده و جالب هم. مثل فکر میکنم من خواهم راحت تکیه بدم تو حرف بزنی دده خواه ما یعنی ب... یه ذره بخوام حالا خیلی علمی هم باش برخورد نکنیم از دلی با ماجرا برخورد کنیم فکر میکنم خیلی جالب تر بشه به دیم همیشه ای طوری بود که هر موقع همیشه تو خونه میخوند از بچگی داشت میخوند، هم دیم هم بوام یعنی هر دوتاشون خیلی صدای قشنگی دارن و خیلی هم خوب میخونن تو خونه هم همیشه برای ما میخوند از لالاییاش گرفته تا مقولا مونگایی که حتی ترک مونگ هم که موقع منتشر کردم اسمش از مونگای دیم برداشتن در واقع این همیشه هر چیزی که میخوند توی مثلا توی یک کاری براش اجرا میکردی یه روزی مثلا یه خواننده خونده بود یا شنیده بود و حفظ شده بود مثلا گام موزیک توی دو ماژور بود مثلا یا مثلا چون سول بود لا هر چی فرق نمیکنه این وقتی میخواست بخونه این میومد ناخداگا اینا رو تو می مینور میخوند ما اون موقع خب نمیفهمیدیم که اینا می مینوره ولی خب همیشه اون بخش از صدای مامان هر هر چیز میخوند هر لالایی هر چیزی میخوند دوست داشتیم سالها بعد که وقتی نشستیم با در واقع کوکو هم، حامد که خیلی کار موزیکا رو با هم می‌کردیم و اینا بررسی می‌کردیم کارا رو می‌دیدیم که چه جالب پلیلیست لیست ما توی تمام پلتفرم‌های موزیک بیشتر بیشتر موزیکاش حجم موزیکایی که توی گام می مینوره بعد صداهایی که از مومان هم ضبط کرده بودیم هرچی اونا رو گوش می‌کردیم ای اینم هم همش تو می مینور میخونده. این در نتیجه از اول کار از شروع ماجرا انگار که این می مینور تو جون ما نشسته بود توی گامه و فکر میکنم که این تحصیل خیلی مهم بود یکی ای بود یکی دایم ببین خیلی جالب ما به ما تو کو زندگی میکردیم و گله داشتیم خونتون یه خونمون تو کو بود دیگه کوه و کپر داشتیم و زمستون تابستون جابجا جا میشدیم به, به قولن یورد عوض میکردیم و زمست... همیشه به جای نزدیکتر میشدیم که علوفه و آب بیشتر باشه دیگه طبیعتا و سیستم زندگی هم اینجوری بود که صبح با از اون صبح که از یه رادیوی داشتیم رادیو پخش میشد ما راه می افتادیم می اومدیم تا برسیم به روستامون بریم برسیم به صف ساعت هفت و نیم صبح صبحگاه خیلی وقت هم دیر می رسیم این در هر شکلی که مرا می افتادم اینقدر بازی می کرم. تو راه در نهایت ترکیه کف دستو می خوردم چون همیشه دیر می رسیم. تو زندگی هیچ چیزی به عنوان سرگرمی و در واقع انترتیمنتی وجود نداشت تو کود ته تهش بود یه سری بز و بزغاله و گوسفند هواپیمایی که گهگداری از بالای سر رد میشد تو خط این آسمون بدون ابر همیشگی جنوب و حالا مگه زمستون چی میشد لکه ابری هم میومد یه هواپیمایی که اونجا رد میشد و یه ضبط شارژی که باش رادیو گوش میکردیم که اینم اگه میخواستیم حالا گوش کنیم بعد با حواسمون به قوا و باتریاش باشه که باتریش تموم نشه و همین خیلی دسترسی کمی بود ولی ای دایی داشتم که این دایی ما البته هنوزم هستش میگم داشتم که یعنی خیلی وقت نمیتون نمیبینم ایشون این دایی ما برای سرگرمیش هم که شده نیامبونه درست میکرد هم نیامبونه هم تنبک یعنی هم, هم مشکش هم... درست میکرد هم مشکش درست میکرد و پوستو میگرفت و صاف میکرد و میرفت از نیزار قلم می آورد و این نیا رو میتراشید و فیکو درست میکرد و نیامون درست میکرد و اولین مواجهه ما در واقع با ریتم بود یعنی ما همیشه وقتی میخوام باش... چی میگم با رسم شکل نشونش بدم میگم که ما یه آدمای بودیم اینطوری نشسته بودیم تکون نمیخوردیم بعد دایم یه روز شروع که تون زدن بعد از اونجا سر ما تکون خورد و دیگه هنوز که هنوز در تکون میخوره یعنی این شروع در واقع فکر می همیشه به این به این نقطه همیشه اشاره این نقطه این شروعش بود دایم مجلس میرفت مجلس خودمونی یعنی مثلا فک و فامیل این نبود که بیزنسش باشه درآمدش باشه زندگیش باشه مثلا دور همی عروسی فک و فامیل پسرامو عمه خاله اینا گاهی وقتا این همونایی میزد یه سری کاست ماست هم یادم موقع ازش ضبط کرده بودیم حالا فکر کنم باشه نه تو ته جای بگردم موزیک از اونجا شروع شد و دایم شروع کرد نه همونه زدن دی میخوند بوام میخوند ضرب و تیمپو میزدن و شروع شد و ما از اونجا عاشق صدا شدم چون بیشترین دسترسی که داشتم میچخ به تصویر دسترسی نداشتم ما تا سال مثلا تا چهارم ابتدایی که اصلا خونمون تو کوه بود و تلویزیون هم نداشتیم اصلا هیچ وقت تلویزیون ندیده بودیم یعنی تا حالا هیچ وقت کانال عوض نکرده اون تلویزیون میرم چه شکلیه مثلا مدرسه هم میرفتیم تو مدرسه بچا در مورد خاطراتشون در مورد خاطره چیه مثلا کارتونی که روز قبل دیدن و باورت نمیشه ما تصورم از کارتون یک چیز واقعا کارتونی بود کارتون جعبه تو سنه چندی میگه مو 68 تا 68 تا 4 یعنی میشه 7 هفت... هفتاد و هشت تا هشتاد تو, تو تلویزیون نیده بودیم مثلا کارتون نیده نمیدون هیچ نیده بودیم فهم میدونستم دارن فک و فامیلا اینا ولی هیچ وقت نیده بودیم هیچ کانال عوض نکرده بودیم مثلا فیلم میکنم واقعا تصور رجب دو تا چیزی تصوره خیلی احمقانه داشتم به نظر خواهم یکی کارتون بود که فهم میکنم اینا میرم میشینن جعبه میبینم واقعا یکی کرایه مثلا بو هم اگه میرفت یه جایی برمیگشت میگشت مثلا میومد تا حالا میرسید به آوادی بعد مامان ازش میپرسید که خب کرایه چقدر شد بعدی اون میگفت کرایم اینقد اون گفت حرف میزنم داشتم فیلم میکردم کرای واژاره کرای من یاد کره میندازه کره 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 ما ما تو گله میگیم کره ما تو گله بودیم دیگه مثلا مشک میزدنم و دوغ میگفتم کره درست میکردم این واژاره کلمه کرایه مثل یه بعد یه بار با گفتم تو یه بار کرایت میاریم ما ببینیم حالا ما یه چی بگم فیلم هندی بشه ما در تمام زندگی تا همین الان فکر میکنم که اگر تا 7 8 سالگی فراغت یه آدمی داشتم که تو روستا بزرگ شده بود یعنی این مدیاها این بمبارون این اسوات و تصویرها و اینا نبود هر چی که هستم نمره هم سه هر چی که هست دو سه تا نمره بالاتر می بودم حالا تو بگو که این فراغته و این خلوت سازنده بود واقعا برات یا نه؟ ما گذاشته بودیم بهش برسون به اینجا دیگه ببین ما شاید اون موقع واقعا درکی نداشتم از این موضوع که این چقدر میتونه شاید بعدا حتی خوشحال باشم از زندگی که داشتم ولی بعدها که یه ذره شکل زندگی برام تغییر کرد اومدم نمیدونم تو شهر بزرگتری زندگی کردم کتاب های خوندیم فیلم های دیدیم با آدم های دیگه ای صحبت کردیم به نتیجه رسیدم که اون چیزی که شاید خیلی الان مدیونشم نوع متفاوت مواجهه ما با, هم، با, حجم زیاد دیتا های مختلف بوده اطلاعات مختلف بوده یعنی هیچ وقت انگار مغزم چین و چروکی نداشته هیچ آموزه قبل از اون انگاری نبوده حالا مثلا رسیدم سن 17 سالگی بعد یوی اومدم وسط یه شهری مثل تهرون بعد اینجا یوی ای آدمی دیدم که مثلا نشسته داره گیتار الکتریک میزنه هیچ وقت از نزدیک اصلا ندیده بودم همچین چیزی تا حالا و طبیعتا چون گوش و ذهن و مغزم پر نبود از این ماجرا خیلی برداشت خودم داشتم از اتفاق یعنی اونجوری که دلم میخواست میشنیدم نه اونجوری که قبلش یه گروه راک زده بود هر چیزی هر موزیکی زده بودن و اینا خیلی, خیلی چیز بودن. و یه... یه، با خالص بودنه خیلی خیلی تاثیر میذاد مثلا تو دل طبیعت بودن الان خیلی یعنی هر بار که حالا من میذاره نامیزون میشه اولین کاری که میخوام کنم برم یه صخره پیدا کنم بهش زل بزنم واقعا یه آسمونی پیدا کنم که توی قاب آبی خالی باشه یعنی خیلی وقت دلم میخواد برم یه دراز بکشم فقط آسمون آبی باشه یه هواپیمای توش رد شه اون شکل از مینیمال و سادگی خیلی روم تاثیر گذاشته و اصلا طبیعتا نمیتونم ازش بگذرم